قصه از اینجا شده که یه دو دانشجوان جوون برشد که تو خیابونن و معترضن و دارن تظاهرات میکنن، بسیجا دنبالشون میکنن و اینا پناه میبرن به یه خونه ای، به یه ساختمونی و در خونه ها رو میزنن و یه دری بازه که اینا وارد اون خونه میشن و اون صابخونه کسیست که در واقع از بچه هایی که تو نسل اول انقلاب 57 شرکت داشتن، یعنی از بچه هایی که فعال اون موقع بودن و بعد دیگه حالا سیاست گذاشتن که اینها که بعدا کم کم میفهمیم. من خونه بودم و کار میکردم، در آپارتمان نمیدونم چرا باز مونده بود، یه دفعه یه دریختن تو آپارتمان که همونم 4-5 تا پسر بودن و 3 تا دختر، همه شون جوان. اینجوری بود که با سارا آشنا شدم. تو این بچه های جوانی که به اون خونه پناه میارن یه دختری هست به اسم سارا که این تلفنش رو جا میذاره و اینجوری بر میگرده دنبال تلفنش. آشنایی در واقع بین این دو نفر از اینجا شروع میشه و بعد این قصه ادامه. راستی مرسی بابت عصر رو جونم رو نجات داری. اگه قول بدم به چیز دست نزنم میشه من یه ذره دیگه اینجا میمونم؟ اگه خوب شده میتونیم، اگه خوب شده پس هرچی بخوام میتونم بگم جز اون چیزایی که نباید گفت. داره حال اینجا ترنه دیگه، با هم مراقب خط قرمزت باشیم. سارا 25 ساله است، جوون معترض به دنبال رأیش، معترض خیابونی و تیپ آزادیه، یعنی از این زنای جوان ایرانی، دختر جوانیه که خیلی آزادن و دوست دارن آزاد زندگی بکنن. به همین دلیل من همیشه اینو تو صحبت های راجع به فیلم میکنم، میگم که این دو نفر هیچ کدومشون نماینده گروه خاصی نیستن، علارغم اینکه باور سیاسی دارن و از یه خواستگاه اجتماعی میان و اینها، ولی دوتا شخصیت داستانی هن. به چی نگاه میکنی؟ من سر فرصت نگاه میکنم. شوخی ندارم، میزنه تو بزن کار از این حرفی میداشتم. مقامات ایران گفتن که 8 نفر در این روز در تهران کشته شدن و حدود 20 نفر زخمی. برای من چیزی که جالب بود این بود که اون تشنج سیاسی اجتماعی اون دوره رو تو سال 88 رو نشون بدیم که چجوری این میتونه رنگ بندازه و تأثیر بذاره توی رابطه خیلی شخصی، کاملا شخصی و عاطفی بین دو نفر. برای شاید اولین بار رابطه در واقع جسمی و جنسی، یعنی عاشقانه فیزیکی رو توی یه فیلم ایرانی که روح ایرانی داره، زبان فارسیه و بازیگرها ایرانی هم و قصه تو تهران میگذره رو نشون بدیم. و این برای ما جالب بود که این اتفاقی رو که در واقع تو جامعه زندگی میشه، بچه‌ها خیلی از جوان‌ها خیلی آزاد زندگی میکنن، اینو ما تو فیلم بتونیم نشون بدیم، یعنی که رابطه فقط عاطفی و فقط رمانتیک نباشه و اگر قراره که برشت عشق فیزیکی هم وجود داشته باشه و اگه قصه ایجاب میکنه که توی صحنه هایی به طور انتخاب شده دیده بشه و این برهنگی هم دیده بشه، بشه این اتفاق بیفته و این تابو بشکنه. میام بریم تظاهرات. کار داری ها؟ بیزنس؟ من دیگه به این چیزا اعتقاد ندارم. چرا؟ من قبلا دادم سهمم. کی؟ کجا؟ هنوز به دنیا نیومده بودم. صحنه‌های سکسی فیلم اون عشق‌بازی ها رومانتیک نیستن، خشونتی درشون هست که این کاملا و عمد بود برای اینکه اون دختر این خشونت رو تو جامعه در واقع متحمل میشد و بعد میآوردش تو خونه. اگه شما اون موقع پا حرفتون وایساده بودین ما الان اینجوری تو گوه نبودیم. اصلا چی میای اینجا؟ دنبال چی میگردی؟ نمیدونی؟ ساختن این فیلم در ایران غیر ممکن بود، اینو روشن بود. من مطمئن بودم و میخواستم که بازیگر من ایرانی باشن و فیلم به زبان فارسی باشه. اصلا نمیخواستم از این فیلم هایی که به زبان انگلیسی راجع به مثلا ایران فیلم میسازن، نمیخواستم از اون دست فیلم ها کار بکنم، ولی محل میمون محل فیلم برداری.
من قبلا یونان خیلی سفر کرده بودم، مستند تو یونان ساخته بودم و فضای یونان رو خوب میشناختم. اینا آتن شهریست که به نظر من یه جایش خیلی 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 شبیه تهرونه. از لحاظ حسی و عاطفی این به من انرژی رو میداد. بعدم با این اتفاقی که تو یونان میفته به لحاظ حالا سیاسی به عنوان شهروند جهانی بر من جالب بود که یه جایی کار کنم که میدونی تشنج تو جامعه یه چیزاییش میره سمت اون انرژی که ما اون روزا توی تهرون داشتیم و بچه های یونانی اینو خیلی خوب میفهمن، خیلی خوب این دسته رو میگرفن. ممنونست عزیز، زندگی میسه اتوبوس شرکت واحد میمونه، هر کی با سر ایستگاه خودش بیادشه تا اونای دیگه بتونه سوارشن. الان نوبت توی که بیادشی تا اینا بتونن جد سوارشن. و بعد مهمتر از همه میموند انتخاب بازیگرا، که خب این خیلی مسئله حساسی بود و سخت هم بود برای اینکه بازیگرایی که حرفه‌ای باشن، خوب باشن، به نقشا بخورن و بعد قبول بکنن، بپذیرن و بتونن در واقع این کار تو این فیلم رو. وسیلیس کوکلانی نیمه ایرانی نیمه یونانیه، ایران هم زندگی کرده، فارسی هم خیلی خوب حرف میزنه اینا، و من اینو با تو آتن باش آشنا شدم و برام خیلی جالب بود و دیدم آره میخوره نقشم. مینا کاوانی هم خب بازیگر جوونیه، اینجا کنسرواتوار رو تمام کرده توی فرانسه و کار تئاتر میکرد اینا، و من با این آشنا شدم دیدم که آره خیلی انرژی خوبی داره و میخوره به شخصیت فیلم. از اون ابتدایی که ما شروع کردیم کار کردن روی این طرح یه چیزی روشن بود و اون این بود که تصاویر اعتراضات و جنبش رو نمیخواستیم بازسازی بکنم. علتش هم دو تا علتش، یکی اینکه غیر قابل بازسازی بود اینها به نظر من، یه واقعیت یه انرژی خاصی تو اینها هست که اصلا نمیشه دوباره ساختش و درش آورد، و دومی که اون خشونتی رو که اعمال میشد اون روزها رو دقیقاً نشون میداد، این مستند بودن یه ارزش خاصی به فیلم میداد و یادآوری دردناک بر صورت اون وقایعی بود که اونجا اتفاق افتاد.